سلام، به شبکه مهر تیوی خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام به مفهوم عرفان بپردازم. من توی یه ویدیویی که لینکشو این بالا براتون میذارم اومدم در مورد عرفان صحبت کردم و اومدم تمام موضوعات داخل عرفان رو تعریف کردم و آموزش دادم و یه جوری میشه گفت یه اطلاعات سرانگشتی دادم که توی عرفان با چه مفاهیم و چه تایتل ها یا عناوینی ما سرکار داریم و اونا چه معنی هایی دارن و چه مفاهیمی دارن، ولی توی اون ویدیو به مفهوم کلی عرفان نپرداختیم. حالا تو این ویدیو من میخوام بگم که عرفان واقعا مفهومش چیه؟ درباره چیه؟ اصلا عرفان برای چی ساخته شده؟ چی میخواد بگه؟ همون جوری که ما عرفان رو بررسی کردیم میبینیم که در عرفان نه پیامبر خاصی معرفی میشه، یعنی عرفان هیچ پیامبر خاصی نداره و نه کتاب خاصی در عرفان وجود داره که ما بگیم مثلا این کتاب کتاب مقدس عارفان هست، مثلا قرآن یا کتاب مقدس انجیل یا تورات یا هر کتاب دینی دیگه. و همچنین در عرفان خدایی با یک نام خاص معرفی نمیشه، یعنی خدایی به نام مسیح، الله، خدایی که یک اسم خاص داشته باشه مثل کریشنا یا بودا یا هر چیز دیگه وجود نداره. پس اینجوری میشه گفت بر اساس اون تعریفی که کردیم توی اون ویدیو قبلی ما با یک دین سر کار نداریم، یعنی عرفان یک دین نیست و این اشتباه. اگه کسی فکر کنه عرفان و صوفیزم یک دینه، خب پس چیه؟ مفهوم عرفان چیه؟ حالا میخوام توی این ویدیو مفهوم عرفان رو براتون توضیح بدم. ما در عرفان با یک سیستم آموزشی به نام تصوف سر کار داریم که رهروان این راه و دانش آموزان این مدرسه تصوف رو بهشون میگن سالکان، درویشان و صوفیان. ولی اگر به مراحلی که عارفان و صوفیان طی میکنن تا به اون مقصد خودشون برسن نگاه کنیم، به چیزهای جالبی میرسیم. مثلا مرحله اول عرفان طلب هست و مرحله دوم عشق و بعد از اون مراحل دیگه مثل توحید، استغنا، حیرت و فنا میاد. خب مقصودم این هست که مثلا اگه به این مراحل نگاه کنیم، مثلا مرحله طلب، مرحله طلب به مفهوم اینه که شما دنبال یک حقیقتی میگرد، یعنی طلب دارین حقیقت رو پیدا کنید. خب این دقیقا یک چیزیه که یعنی به شما یاد میده که دنبال حقیقت، دنبال خدا بگردید، دنبال یک حقیقتی بگردید، حقیقت این جهان چی هست. خب پس اینجا ما با این روبرو هستیم که سالکان دنبال یه چیزی میگردن، نمیگن که ما پیدا کردیم حقیقت رو، نمیگن ما خدا رو پیدا کردیم، نمیگن اسم خدای ما الله یا مسیح یا بودا یا هر چیز دیگه است، میگن ما دنبالش داریم میگردیم، یعنی دارن طلبش میکنن. البته اگر درست نگاه کنیم و دینای دیگر رو بررسی کنیم میبینیم که در دین مسیحیت هم در کتاب مقدس گفته شده که خدای خودتون رو با تمام دل و جان و قلب و روح و فکرتون جستجو کنید و اون خودش رو به شماها نشون خواهد داد. خب اگر به مرحله دوم از عرفان نگاه کنیم، مرحله دوم از عرفان عشق هست، یعنی عشق به وجود خداوند و عشق به حقیقت. خب اگر در کتاب مقدس مسیحیان نگاه کنیم میبینیم که اونجا هم گفته شده که خدای خودتون رو با تمام قلب و عشق محبت کنید. و بعد قانون دوم انجیل این هست که بعد از اینکه خدای خودتون با تمام قلبتون عشق ورزیدین، همسایه خودتون و کسی که در روبروی شما ایستاده و نیازمند هست اونو با تمام عشق و قلبتون همانند خدا عشق ببرزین بهش. خب پس این دوتا قانون، قانونی که در مسیحیت وجود داره که
هر دوی این قانون‌ها بر اساس یک چیز بنا شده و اون هم عشق، محبت، محبت به دیگران و خدا، عشق به دیگران و عشق به خدا. این دو تا قانون انجیل هست، یعنی قانون‌های اصلی مسیحیت. خب اگه اینا رو ما بیایم بذاریم در مقابل در کنار عرفان، می‌بینیم که در عرفان هم همین گفته شده، یعنی گفته شده که شما عشق داشته باشین به خدا و به هر چیزی که حقیقت هست در این جهان. خب پس می‌بینیم که در عرفان چیز خاصی، یعنی به عنوان خدا، به نام خدا چیز خاصی یا فرد خاصی معرفی نشده و اسمی خاصی برای خدا وجود نداره، ولی راهی رو در اون گفته شده که اگه در اون راه قدم بذاره انسان آروم آروم و قدم به قدم با طلب کردن و عشق ورزیدن به خدا به حقیقت نزدیک میشه و بعد باید به این برسیم که خدا رو بیشتر بشناسیم و از خودمون غافل بشیم، یعنی خودمون رو بذاریم کنار و افتادگی داشته باشیم. و این خودمون رو بذاریم کنار و افتادگی داشته باشیم هم در کتاب مقدس نوشته شده و مسیح گفته که هر انسانی میخواد که سربلند بشه باید افتاده باشه و خودش رو بذاره کنار. و از اون ور باز کسی که واقعا خدا رو بشناسه و به یک دیدگاهی نسبت به خدا برسه به مراحلی از حیرت و شگفتی میرسه و این بزرگی خداوند اونا رو در شگفتی قرار میده که اینم یکی از مراحل عرفان هست. و در نهایت مرحله آخر فنا هست، یعنی انسان تبدیل بشه به موجودی که دیگه خودش رو تصور نمی کنه و فقط برای جمع، برای دیگران زندگی کنه و در خدمت دیگران هست. این هم باز با حرفایی که عیسی مسیح در کتاب مقدس و در انجیل گفته برابر هست. مسیح در آخرین روزهای از زندگی از عمرش گفته که ما باید سعی کنیم خادم دیگران باشیم و اونی که خادم باشه میتونه جایگاه اول رو به دست بیاره. کسی که خودش رو برتر میدونه پست میشه و فرو میره، ولی کسی که خادم دیگران هست به جایگاه برتری دست پیدا میکنه. پس عرفان یک دین نیست، فقط یک مسیر، یک راه، یک دعوت به جستجو برای پیدا کردن حقیقت هست. ولی ته این مسیر چی هست به ما هیچی نمیگه عرفان. عرفان نمیگه که ته این مسیر چی وجود داره، ولی میگه که این مسیر رو شما برین تا انتها و وقتی به انتهاش برسین شما به حقیقت خواهید رسید. اگر علاقه دارین که بدونین درباره نقد فیلم‌های سینمایی مثل فیلم ماتریکس و اینسپشن که این ویدیو برای این ساخته شده که شما بتونین فیلم این ماتریکس رو بیشتر و راحت‌تر متوجه بشین چون ارتباط نزدیکی با عرفان داره، این شبکه رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تا هر وقت که ما فیلمی رو آپلود می‌کنیم برای شما اخطاریه و نوتیفیکیشنش بیاد.